مذهب و کارکرد سیاسیان در جوامع امروز. مذهب در جوامع طبقاتی امروز در همان حال که اعتقادات توده‌های وسیع از کارگران و مردم زحمتکش را تشکیل می‌دهد، ابزاری است در دست سرمایه‌داران و دولت‌ها تا از طریق آن مردم را از مبارزه برای تغییر شرایط زندگی خود در همین دنیا باز بدارند. مذهب نه تنها در دوره نظام سرمایه‌داری بلکه در طول تاریخ انعکاس یأس و ناتوانی توده‌های مردم در دست و پنجه نرم کردن آنان با موانع سر راه زندگیشان بوده است. انسانی که اسیر مناسبات ظالمانه نظام سرمایه‌داری است و به تنهایی قادر نیست که شرایط زندگی خود را تغییر دهد و در برابر رنج و مرارتی که خود و خانواده‌اش به آن گرفتار آمده‌اند کاری از دستش ساخته نیست. زمانی که خود را ضعیف و درمانده می‌بیند، به ناچار رو به آسمان می‌کند، به این امید که نیروی قدرتمندتر از او پیدا شود و وی را نجات دهد. زمانی که در دنیای واقعی هیچ امیدی برای رسیدن به آرزوهایش باقی نمی‌ماند، آرزو می‌کند که برای دستیابی به امیالش بعد از مردن دوباره زنده شود. به این ترتیب با آرزوی دستیابی به رفاه و خوشبختی در دنیای خیالی بعد از مرگ، رنج و مرارت‌های دنیای واقعی را تحمل می‌کند. دولت‌های مختلف سرمایه‌داری در گوشه و کنار جهان به تناسب موقعیتی که در آن قرار دارند، به تناسب سطح مبارزه کارگران و پیشرفت‌های اجتماعی از سه طریق حاکمیت خود را تداوم می‌بخشند. اول، از طریق سرکوب مستقیم و پایمال کردن خشن آزادی‌ها و حقوق مردم که در کشوری مانند ایران با ابعاد آن آشنا هستیم. دوم، قانونی کردن سرکوب شامل همه قوانینی که در پارلمان‌های بورژوایی در دفاع از مالکیت سرمایه‌داران و بر علیه حقوق کارگران تصویب می‌شوند و در یک نظم اجتماعی معین همه خود را ملزم به پیروی از آن می‌دانند. و سوم، به کمک درونی کردن سرکوب، یعنی انسان‌ها را در موقعیتی قرار دهند که فقر و بی‌حقوقی خود را امتحان الهی بپندارند و به امید بهشت جاودانی به شرایط فراکتبار کنونی خود تمکین کنند. مذهب یک سرکوب معنوی است که بر دوش توده‌های مردم سنگینی می‌کند. مذهب آنان که تمام عمرشان را زحمت می‌کشند و در نیاز زندگی می‌کنند می‌آموزد که تا وقتی در زمین هستند تسلیم شوند و صبور باشند و به امید پاداش‌های بهشتی آرامش بیابند. مذهب نوعی مخدر معنوی است که در آن برده‌های سرمایه تلاش خود برای زندگی که شایسته انسان باشد را کنار می‌گذارند. رهای انسان کارگر و زحمتکش از چنگ این وهم و خرافه، اگر با روشنگری و تحلیل علمی مسائل جهان در محدوده معینی امکان پذیر گردد، اما این رهایی در ابعاد اجتماعی تنها زمانی ممکن می شود که شرایط زندگی انسانها تغییر کند. با نیروهای طبیعی و اجتماعی که انسان از ترس آنان به وهم و خرافه و مذهب پناه می برد، به زیر کنترل نیروی پیشرو و نجات بخش جامعه، کمونیست ها و طبقه کارگر آگاه درآید. با انقلاب اجتماعی طبقه کارگر که بدون شک یک انقلاب آگاهانه است، راه رهایی از زندانی که توانایی های تحول بخش انسان در آن به بند کشیده شده است هموار می شود. اما سه اهرم اساسی هست که در خدمت تداوم نفوذ مذهب بر سلطه آن بر افکار و آراء تهی‌دستان و محرومان جامعه قرار دارد. اول، بهره‌مند بودن آن از امکانات مالی و تبلیغاتی است که دولت‌ها در اختیار مروجین و بنگاه‌های مذهبی می‌گذارند. دوم، دخالت دادن قوانین شرعی و باورهای مذهبی در اداره امور دولت. و سوم، آموزش‌های مذهبی در مدارس. جدایی مذهب از دولت، یعنی لغو عقیده هر گونه امتیاز و تبعیض در مشاغل دولتی و حقوق افراد بر حسب مذهب و مقام مذهبی آنان و یا اعتقاد و دم اعتقاد آنان به مذهب، یعنی لغو عقیده پرداخت کمک‌های مالی و غیر مالی دولتی به فعالیت‌ها و مؤسسات مذهبی، مواد درسی و رسم و آیین مذهبی در مدارس و مؤسسات آموزش دولتی، یعنی هیچ یک از مذاهب به عنوان مذهب رسمی به رسمیت شناخته نمی شود. مذهب امر خصوصی افراد تلقی می گردد
و کلیه افراد در اختیار کردن هر مذهبی و یا نداشتن مذهب آزادند. خواسته جدایی مذهب از دولت شعاری است که علاوه بر نشان دادن مخالفت ما با مذهب به مثابه یک امر دولتی، تعهد ما را نیز به اصل آزادی بی قید و شرط عقیده بیان می دارد. یعنی بر این اصل تأکید می کند که قدرت سیاسی و حکومت سوسیالیستی فردا اکیداً با توسل به جبر و زور و تفتیش عقاید و ایجاد تبعیضات و محدودیت‌های قانونی بر علیه افراد مذهبی مخالف است و برای نقد و طرد اعتقادات و نظرات مذهبی در جامعه هیچ شیوه‌ای به جز مبارزه نظری، روشنگری و آموزش و اقناع را مجاز نمی شمارد. ما مذهب را صرف نظر از آنکه از دولت مستقل باشد یا نباشد، افیون توده ها و وسیله تقدیر آنان می دانیم و اگر خواستار جدایی مذهب از دولت می شویم، دقیقاً به این علت است که می خواهیم کلیه آن شیوه ها و طرق رسمی و قانونی رواج دولتی این افیون در جامعه کاملاً و اکیداً لغو شود. ما در مبارزه با مذهب هرگز به باورهای مردم بی احترامی نمی کنیم. کار ما روشنگری و توضیح با حاصله حقایق و روشن ساختن مستدل جهانبینی کمونیستی در قبال پدیده مذهب است. فعالیت و مبارزه ما علیه مذهب نه تنها نباید صف همبستگی مبارزاتی طبقه کارگر علیه سرمایه داران را تضعیف کند، بلکه باید این صف طبقاتی را نیرومندتر نماید.